توی اروپا، توی آمریکا، توی آسیا غیر از ایران طرف با 12 PSI بوست رو موتورای خیلی معقول و بدون لوازم آنچنانی داره 400-500 اسب میگیره. ماشین ماشین نه حتی جام جام هیچ جای دنیا حتی تو جیزد 3000 اسبی هم سوخت تایگاز نمیدونن. وقتی مشتری تقاضای داینو میکنه تیونر باید از خداش باشه که بندازه داینو. یه دنای پلاس توربو داریم. این ماشین یه مشکلی که داره، قبلا 5 بار جاهای مختلف مپ شده، 3 دورش یه جا مپ شده و هیچ کسی ای به این ماشین نپذیرفته. متاسفانه بعد ریمپ این ماشین جز افت چیزی برای مالک ماشین نداشته. خیلی تنبل ماشین. کولر چه میگیرم یه نفرم تو ماشین باشه دیگه اصلا هیچی. فشار نیار بهش. رفتن در واقع چند جا؟ 5-6 جا درخواست کردن که داینو بشه، گفتن نه. داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی مشتری تقاضای داینو میکنه تیونر باید از خداش باشه که بندازه رو داینو. اگه قرار مشکلی داشته باشه ماشین رو همون داینو مشخص میشه، کار مشخصه. اگر مشکل نداشته باشه که بازم رو داینو مشخص میشه. 16000 کیلومتر کار کرده و تا روزی که مپ نشده بوده بسیار عالی را میرفته این ماشین، هیچ مشکلی نداشته. از تایمی که مپ میشه این ماشین، ریمپ میشه در واقع، مشکلات و مسائل شروع میشه. مپ بده؟ مپ بده. موتور EF7 بهینه است با اینتر بزرگ و واتر پمپ 8 پر رو مسائل دیگه، یعنی بهینه سازیایی که ایران خود رو بحث کولینگ روی موتور داشته. توربو همون توربوی مزخرف قبلی که رو محصولات قبلیه، مثل سورن توربو و داستانهای دیگه هم داشتیم، همون توربو اینا روی ماشین هم هست که متاسفانه چیزی جز بیکیفیتی نداره. هر چقدر EF7 موتور خفن و عالیه، توربوش برعکس. وقتی تست جاده میریم دنده 2 و 3 نهایتاً در حد یه ECU کروز هدرزداد TU5 ماشین داره راه میره. خوردن نمایندگی، نمایندگی هم گفته توربوش سالمه. توربو سالمه، پس چرا دنده 2 و 3 این ماشین به این شکل راه میره؟ چرا ما بوست لیک داریم رو ماشین، یعنی نشت بوست داریم و چرا توربو دور نمیگیره بیاد؟ الهی شکرت، توهمه نداره. به این نتیجه رسیدیم که جهت ایجابی بررسی نموداز توانگشته ببریم داینو چکش کنیم ببینیم مشکلاتمون چیه. اصلی ترین موضوعی که با ریمپ این ماشین فیل شده توی 16000 کیلومتر و گارانتی هم هیچ مسئولیتی نمیپذیره، اینو به اون دوستانی میگم که همیشه حامی خدمات پس از فروش ایران خودرو سایپان و طرفداری بیمورد میکنن. ماشین گارانتی توربو لیک داره، باید عوض شه. توی اروپا، توی آمریکا، توی آسیا غیر از ایران طرف با 12 PSI بوست رو موتورای خیلی معقول و بدون لوازم آنچنانی داره 400-500 اسب میگیره. تیون کردن مدل شیرفلکه اگزوز پیکان جوانان نیست که پشت چهار را باز کنید صدا بدید. تیون کردن شیرفلکه بوست رو نباید کشید بالا. شروع تیون و ریمپ میشه تنظیم سوخت و جرقه. مالک چند تا هزینه کرده تا الان سر ریمپ؟ 2 میلیون هزینه کرده. بدتر شده، خسارت خورده، بهترم که نشده هیچی. ایران خودرو هم میگه توربو نمنه دی. آقا امروز داینو داریم، الان توضیحات در مورد دینا شنیدین دیگه. بچه ها کسی I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cows going. Well, all you steal, damn nigga, holler when you see me. Oh, my dad's standing there. Alan Sadu. حدود 199 نیوتن متر 200 نیوتن متر گشتوار داره. سوختمون همونطور که میبینین از دور موتور تقریبا 300 به بعد به شدت ریچ میشه. هیچ جای دنیا حتی تو جیزد 3000 اسبی هم سوخت تایگاز نمیگیرن.
ولی اینجا سوخت ته گاز 10 که این بخشش میتونه به علت تیرم کردن ECU و عیب موتوری همون ادواتی که بهتون قبلا توضیح دادم باشه. این ماشین برای اینکه بدونین حدوداً سر موتور 150 از پوان داره. ما کار میکنیم روی جدول سوختمون ببینیم ریاکشن به چه صورته. اگر دیدیم ریاکشن منفیه رو همین داینو ویسکیت و بلاف و مسائل دیگه‌شو چک میکنیم. توربو این ماشین ایراد داره قطعاً، ولی حالا باید ببینیم به کجا میرسیم. بریم برای ویرایش اولمون بزنیم رو مپ ECU ببینیم که دنیا داشت. حالا غذاشی میکسته؟ چایی میخواد؟ بعد از قضا این دوباره داره بعد رله داره قطع میکنه خودش. ولتاژش هم چه؟ سوخت رو هم ببینم. سوخت عالی. این که داده تیونر همینه. تیونر وسوسه میشه. هی میکشه والا، میکشه والا، میکشه والا. با این بند خدا باید تا بعد از اون روغن جمع کنیم این کف تور بود. EF7 یه لیمیتی داره. شما نهایتاً سر چرخ حالا ما تنظیم میکنیم. حالا ببینیم چقدر میاد بالا دیگه. یعنی بالاتر از اینم میاد. اصلا تو لود نمیبریم ماشین تو فقط الان تحویل تو لود میاد پایین میشه تحویل داده تو فرما درسته سای ماشین دادی بیس میشه بیار بازش کن یه هدرز بساز باش یه جی تی 28 یا 25 هم یاده بمداز برو یعنی الان حالت رسید به هم حالت فابریکش که الان فابریک خیلی بالا داره فابریک سر موتور 150 است شما الان سر چرق 164 است 20 درصد هم بمیشه این ماشین مشکل نشت اگزوز و سیت ویسکیت رو داشت که ما قبل اینکه داینو بشه به مالک محترم این ماشین اطلاع دادیم، گفتیم حتی ممکنه رو داینو مشکل به وجود بیاد و اصلا ماشین بالا نیاد توانه. ما بوست آپ نکنیم با ECU ماشینا آیا امکان داره ECU که نه موتور توربو بوستش بره بالا؟ بله. چرا؟ یه چیزی داریم، یه پارامتری داریم ما داخل موتور به نام مین افکتیو پرشر. شما وقتی توناژ احتراقتو میبرید بالا توربینم پرسرعت‌تر میچرخه، لگش گرفته میشه و اتومات شما یه بوست آپ جزئی خواهی داشت صرفا با تنظیم سوخت یا جرقه، چون هر دو اینا روی مین افکتیو پرشر موتور تاثیر میذاره. این ماشین رو با به این داستان رسیدیم که افزایش توان حدوداً 41 اسب بخاری داشتیم و افزایش گشتوال حدوداً 57 نیوتن متر. فقط آقا رو بله خیلی عالیه برای این ماشین و کاملا سیف. فیدبک ناک سنسور داشتیم، ناکی نداشتیم. مالکم ظاهرا خیلی خوشحاله ولی ما خوشحال نیستیم. چرا؟ چون باید بره چودنیشو این مالک ماشین با ماست. خیلی ممنونم ازتون، خیلی زحمت کشیدید. متشکرم. باید بره چودنیشو در واقع اوکی بکنه، چودنی اگزوزشو ویسکلشو عوض بکنه. سیت قطعاً از آب بند خارج شده. تا انشالله بیاد پتانسیل نهایی این موتور رو در یه حد سیف با شرایط شهری بگیریم ازش. همین الان هم فوق‌العاده اومده بالا ولی بازم جا داره. الحمدلله شفاب قبل اونو به دست آوردم. دور بالاش هم اون کله رو بزنم ولی واقعا شتاب خیلی فرق کرده. شاید میگم 80% فرق کرده، اون 20% هم به خاطر ایراد توربو دارم میگم. صرفا با تنظیم سوخت و جزئی جرقه ما تونستیم در واقع این خروجی رو بگیریم. این باگیه که در واقع ما به واسطه نشت اگزوز روی ماشین داریم که اینو بعد انشالله برن حل بکنن. یه پالس ضربانی، یه توربولانس، اصطلاحاً جریان درهم بدون نزد رو پره توربین
هی ضربه میزنه ول میکنه، مومنتوم داره ول میکنه، میزنه ول میکنه. این موجب میشه که توربو ما در واقع یه بوست درست و خطی رو به ما نده. همینطور که فیدبکش هم رو دیاگ داشتیم هم روی خودش هفته ویسکیته بود. تو یه حالت خیلی سیف رسیدیم به عدد حدود 256 کیلومتر گشتاور و 165 اسب بخار که میگم بالاتر هم در حالت سیف میتونه بیاد. فعلا کارمون باش تمومه، تا مالک بده این کار انجام بده، مشکل نشته اگزوزشو حل بکنه، ویسکیت رو عوض بکنه و مجردن بیاد، ما یه تنظیمات نهایی هم توی یه لول سیف براشون انجام بدیم. واقعا ماشین که یه ذره از نفس میافتاد حتما باید یه دنده معکوس میداد. بله با کولرم همچنان همون کندن رو احساس میکنیم. بالا از بالا میفتیم اون توربوت اگه جوبو درستایی بود کاتافتو میبردیم بالاتر. موتور خیلی خدا رو شکر آقا برم اون ردیف کنم. ببخش شما رو ترسوندیم. نه آقا من راننده راننده یه ترس این دست رفت دور روزم رو بالا اینجا راننده راننده نمیتونه. آره من پیش هر کی میشنم هم میگیرم و خودم اومار میشینم فقط ترمز میگیرم خبری نیست. نکته من مستند بهتون میگم که لیمیتر این موتور خوبه، یعنی حد نهایی این موتور برای توان و گشتراد، پاسخ به توان گشتراد عالیه. آپگریدی که شما میتونید بکنید یه دامپایپی که کاتالیست هست بشه، یه کیت اینتیک کلدیری که نصب کنید روی ماشین و یه هدرز اصولی و توربو آپگریده، چون توربوی این موتور فوق‌العاده بی‌کیفیته و اصلاً اصولی نیست. یه چیز هجل هفتیه که روی این موتور نصب شده و متاسفانه تو این همه سال که ما داریم کار میکنیم یک نفر پیدا نکردیم که بعد 30,000 تا 45,000 کیلومتر این توربو رضایت داشته باشه. توربوتون رو آپگرید میتونید بکنید به مدل‌های مختلفی که تو بازار هست، مدل‌های اصیل مثل خود گرت یا غیره، حالا توربونتیکس، گرت، پرسیژن، هر مدلی که فکرشو میکنید و در واقع یکی تا اینتیک خوب و دامپایپ و این ریمپ عالی توان فوق‌العاده‌ای روی موتور به شما میده. البته منتظر آپگرید ایران خودرو اف 7 پلاس هم هستیم که موتور رو در واقع موتور توربو هم مثل گذشته زمانی که دیولپ می‌کرد موتور رو وی وی تی هم روش فعال کرده و پاسخ خیلی خوبی میتونه به کسی که ریمپ میکنه و تیون میکنه این ماشین رو بده. به سلامت. خب به این شکل این هم از دنا و این که پنجش هم آره نه فقط این بیزه ماشته ماشته هم باید پانه جا میمونه بیز جا میمونه باید هرچی داختر میشه این افتش بیشتر میشه. بله متوجه یعنی خاصیت ماشین توربو نه نه بازه واشده میگم واشده هرچی داغ میشه بیشتر بلد زیل میکنم ولی این سری حتما بده من بود هم سنگ میرده دیست بزن هم عوض بدن هم خیلی نکردی هم باشه آقا دمه شما گرم ایشانده که خیلی مبارکتون باشه خیلی لطفی هم نیزم خوشحالیم که روزی هم خوشحالا ماشین رو وزیر میگرم مخلصی. I think I'm going back to jail. Ain't really on that dough. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. I know y'all watching. I know y'all got me in the scopes. Till the day I die. I know y'all know this is thug life, baby. I got me in the surveillance. All eyes on me.